色调好。صداهای با کیفیت فوق‌العاده PA4X مبنا و ساختار اصلی ریتم‌ها و کیبورد ست‌ها هستند. از این صداها برای ساختن و پخش آهنگ‌ها هم در میدی سکونس استفاده میشن. توی این فصل نگاه عمیق‌تری به صداها میندازیم. زمانی که دستگاه برای اولین بار روشن میشه، ریتم کارخونه‌ای شیکاگو بلوز و کیبورد ست تنظیم شده با استریو پیانو روی تمام کیبورد قرار می‌گیرن. برای انتخاب صدای متفاوت، قسمت آپر 1 رو از قسمت بالای سمت راست صفحه نمایش، جایی که صدای فعلی اون کنسرت گرند هست رو بزنید. هر کدوم از صداهای روی صفحه رو که می‌خواین انتخاب کنین. 8 صدا رو روی صفحه می‌بینید و با استفاده از تب‌های پایین صفحه هم می‌تونیم به صداهای بیشتری دسترسی داشته باشیم. صداها توی گروه‌های مختلف دسته‌بندی شدن، به طوری که با استفاده از تب‌های سمت چپ و راست صفحه می‌تونین به اونها دسترسی داشته باشین. صداهای بیشتری هم از طریق تب‌های بالا در دسترسن. لگسی دسترسی به صداهای سری‌های پیشین کورگ پی ای رو فراهم می‌کنه. GMXG به صداهای جنرال میدی و XG دسترسی میده. گاهی اوقات ممکنه در یک گروه صدایی مشخص بیش از 6 تب صدا وجود داشته باشه. اگر اینطوری بود، می‌تونین با این فلش‌ها در تب‌های موجود جلو عقب برید. به تب فکتوری برید. گروه برس رو انتخاب کنین و بیگ بند برس 1 رو بزنین. در بسیاری از صداهای PA4X یا با فشار جویستیک به جلو و یا با استفاده از افتر تاچ، فشار دادن کلید بعد از نواختن نوت، افکت ویبراتو به صدا اضافه میشه. روی بعضی از صداها ریبون کنترلر و جویستیک منهای وای هم تأثیر میذاره. به گروه ساکس برید. تنور ساکس DN1. دیفاین نوانس کنترل قابلیتی برای کنترل کردن نوانس های گوناگون یک سازه. توی این مثال اگر سویچ 1 رو بزنید و بعدش نوتی رو بنوازید، یک افکت گلیساندو رو تا نوت نواخته شده میشنوید. بعد از نواختن و نگه داشتن نوت، سویچ 1 رو بزنید و با رها کردن کلید افکت فال آف رو از روی نوت بشنوید. سویچ 2، جویستیک، بستگی به نوع نواختن شما روی کیبورد، به عنوان مثال نوت های پیوسته افکت صدای طبیعی و واقعی رو به صدا اضافه میکنه. صداهایی از این قبیل DNC, DN1 و DN2 رو توی اسم خودشون دارن. به مجموعه ارگن برید. صداهای سمپل شده زیادی با تنظیمات مختلف درابار در قسمت ارگن وجود داره. اما PA4X ویژگی منحصر به فردی رو معرفی میکنه که با اون میشه صدای مورد علاقه خودمون رو با درابار بسازیم. درابار رو انتخاب کنین و از اسلایدرهای سمت چپ دستگاه که به شکل ولوم کشویی هستند برای تنظیم درابارها استفاده کنید. صدای ساخته شده رو میشه توی یکی از خونه های حافظه کیبورد ست ذخیره کرد. بعدم به این موضوع برمیگردیم. در کنار بسیاری از صداهای ارگن موجود در این دستگاه، افکت روتاری اسپیکر هم توش داره. فشار جویستیک به جلو باعث تغییر سرعتش میشه. نیازی هم به گرفتنش نیست. PA4X در حقیقت مجموعه عظیمی از افکت ها مثل کراس، ریورب و غیره رو شامل میشه که اونها باعث ارتقای صدای کیبورد یا آکورد ها میشن. در بخش افکت ها به دقت راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. اگزیت رو بزنید. روی محدوده بالای کیبورد یا آپر میتونین تا 3 صدا رو و روی محدوده لاور 1 صدا رو به صورت ترکیبی داشته باشین. بیاین چند صدا رو با هم ترکیب کنیم. برای آپر 1 از گروه پیانو صدای کنسرت گرند رو انتخاب میکنیم. اگزیت رو بزنید. توجه کنین صفحه نشون میده که آپر 2 و 3 میوت هستن. اینجا رو بزنین تا آپر 2 آن میوت بشه. برای این کار از این کلیدهای اختصاص یافته این قسمت هم میتونین استفاده کنین. آپر 3 رو آن میوت کنین. هر کدوم از کلیدهای بالاشون پنجره مربوط به انتخاب صداهاشون رو باز میکنه. بسیار خوب. حالا کلید اسپلیت رو فشار بدیم. میبینید که صدای آپر در قسمت بالای نقطه اسپلیت و صدای لاور در قسمت پایین فعال شده. نقطه اسپلیت توی حالت گلوبال تنظیم میشه، ولی شما میتونین از اینجا هم تغییرش بدین. کلید اسپلیت رو اونقدر نگه دارید تا این روی صفحه نمایش داده بشه. حالا نوتی رو که میخواین نقطه جدید اسپلیت باشه رو بزنید. این نقطه جدید تا زمانی که ریتم جدید یا یک دیتایی از سانگ بوک و یا یک کیبورد ست جدید انتخاب نکرده باشین حفظ میشه. بیاین یه تغییرات بیشتری بدیم. هر سه صدای آپر رو میشه به راحتی با زدن کلید منفی آپر اکتاو به اندازه یه اکتاو پایین آورد. بذارین لول آپر 3 رو تنظیم کنیم. تب ولوم رو بزنید تا ولوم ها نمایش داده بشن و تنظیمشون کنیم. قسمتی از فضای متعلق به آپر 3 رو لمس کنید. حالا منوی صفحه رو باز کنید. میتونیم این تنظیمات رو توی یکی از حافظه‌های کیبورد ست ذخیره کنیم.
فعلا یه جا خارج از منو رو بزنین تا محو بشه و بذارین یه نگاه دقیق‌تری به کیبورد ست ها بندازیم. خیلی مهمه که تفاوت بین ساوند و کیبورد ست رو بدونیم. به ساوند مود برید. اسم صدا رو بزنین و تمام مجموعه های صدا روی صفحه نمایش داده میشن. این صداها هم به صورت مجزا و هم به صورت ترکیبی با هم همونطوری که قبلا انجام دادیم قابل استفاده. ما از گروه پیانو یک صدا برای آپر 1 و از گروه استرینگ یک صدا برای آپر 2 و موارد مشابه انتخاب کردیم. دوباره به حالت پخش ریتم برگردیم. بعضی وقتا ممکنه کیبورد ست شما از 3 صدا روی آپر و 1 صدا روی لاور تشکیل شده باشه و یا اینکه 2 صدا روی آپر باشه، هیچ صدایی روی لاور نباشه و یا 1 صدا به تنهایی روی تمام کیبورد باشه. هر جور تنظیمی که شما انجام بدید، شامل صدایی که استفاده می‌کنین، نقطه اسپلیت، لول‌ها، پنینگ، افکت‌ها و غیره میتونن توی یک کیبورد ست ذخیره و دوباره بازیابی بشن. قسمت سمت راست دستگاه 12 کلید مجموعه کیبورد ست قرار داره. حتما متوجه میشین که اینجا کلمه ست لیست هم نوشته شده و این به معنی استفاده از همین کلیدها برای عملکرد ست لیست هم هست. در فصل سانگ بوک به این مطلب میپردازیم. این کلیدها مجموعی از انتخاب کیبورد ست ها رو روی صفحه نمایش میدن. این تپ ها شما رو به یک گروه هشتایی دیگه میبره. با فشار دادن پشت سر هم کلید مجموعه کیبورد ست بین تپ های موجود جلو میرید. ما توی تب فکتوری هستیم. تب یوزر جاییه که شما به کیبورد ست های ادیت شده خودتون دسترسی دارید. این تب خاکستری دایرکت جاییه که شما میتونید مستقیما به کیبورد ست های یو اس پی متصل به پی ای 4X بدون نیاز به لود کردن اونها در حافظه داخلی دسترسی داشته باشید. از منوی صفحه دایرکت پرفرنسز رو انتخاب کنید. از قسمت مدیا جایی رو که فایل ستی هست که شامل یوزر کیبورد ست های شما میشه رو بهش معرفی کنید. فایل رو انتخاب کنید. و بعدش سلکت. تب دایرکت حالا فعال شده. اگزییت رو بزنید. دکمه مای ستینگ رو بزنید. این کلید برای دسترسی به محبوب ترین کیبورد ست هستش و اون اولین کیبورد ستی هست که بعد از روشن شدن دستگاه پی ای 4X انتخاب میشه. در حال حاضر اون مربوط به صدای پیانوی استریو قرار گرفته روی تمام کیبورده. ولی شما میتونین اون رو برای هر صدای دیگری که بیشترین استفاده رو ازش دارید تنظیم کنید. اون تنظیم میتونه لایه‌های پیانو الکتریک و استرینگ، یک بیس و ارگان جدا شده یا هر چیز دیگری باشه. اون سریع‌ترین و آسان‌ترین راه برای تنظیم دلخواه شما در موقع اجراست. برای ذخیره کیبورد ست و یا هر تغییری که در اون دادید، کافیه که چند لحظه مای ستینگ رو نگه دارین تا پنجره رایت باز بشه. زدن اوکی روی پنجره باعث ذخیره شدن تغییرات روی محتویات فعلی میشه. فعلا کنسل رو بزنین تا محتویات اصلی اون دست نخورده باقی بمونه. به جای سیف کردن روی مای ستینگ میشه اون رو توی حافظه های کیبورد ست با گرفتن هر کدوم از کلیدهای مجموعه کیبورد ست ذخیره کرد. بعدش از صفحه برای نامگذاریش و محل مورد نظر در جهت سیف کردنش استفاده کرد. اگزییت رو بزنین. این سه تا کلید میتونن برای کارهای گوناگونی تعریف بشن. هر وقت که بهترین استفاده رو برای اونا پیدا کردید، میتونید تنظیماتش رو به همراه کیبورد ست مورد نظرتون ذخیره کنید. وقتی که دستگاه رو روشن میکنید، مای ستینگ به همراه تمام تنظیماتش لود میشه و تنظیمات سویچ ها همونطوری که شما میخواین هست. از اونجا که به طور پیش‌فرض اساینبل سویچ لاک قفل است، با تغییر کیبورد ست تنظیمات مربوط به سویچ ها تغییری نمیکنه. اما در قسمت گلوبال میشه اون رو از قفل خارج کرد و به این ترتیب هر کیبورد ست میتونه تنظیمات سویچ خاص خودش رو داشته باشه. تنظیمات خاص صدا در قسمت ساوند مود انجام شده. با زدن منو میتونید به طور دقیق‌تری پارامترهای خاص رو تغییر بدید. اگزییت رو بزنید. از طریق صفحه اصلی میتونید با استفاده از پارامترهای ریال تایم کنترلز تغییرات ابتدایی رو انجام بدید. هر تغییری از طرف شما میتونه در فضای یوزر ذخیره بشه. در فصل بعد نگاهی به ریتم ها، جایی که شما از همون صداها توی ترک های مختلف استفاده میکنید میندازیم. مثلا ترک بیس میتونه از صدای سینت بیس و یه ترک دیگه ممکنه از الکتریک پیانو و غیره استفاده کنه. پس اساساً کیبورد ست ها و ترک های استایل همگی از همون مجموعه صداهای پی ای 4X تون استفاده میکنن. وسط ها صدا برای انتخاب وجود داره و خب قابلیت ها نامحدود خواهند بود.